سه دو یک دوربین حرکت، برو برو کجا این ور بابا، بیا رد کردی برگرد برگرد، نه 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 بیا این ورتر، بیا این ورتر، بیا این ورتر، نه من دوربین رو نمیگم، برگرد بریم. سه دو یک سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز رادیو خبرس، کیان صادقی هستم و خیلی خوش اومدید به برنامه چه خبر با کیان. همونطور که میدونید تنها انقدر همش اینقدر مونده تا سال 1400، همون سالی که همه ایران و ایرانی منتظرش بودن، سالی که قراره به امید خدا همه چیز درست بشه. بلش کنین، این چیزا مهم نیست، قرار نیست ما به بدبختی ها یعنی تغییراتی که ممکنه باعث بدبختی بشه فکر کنیم، ممکنه، مهم حس خوب الانه، مهم اینه که حس کنی حالت چطوره جون دل؟ چطوری جون دل؟ قبول دارید که قبل عید خیلی باحال‌تر از خود عیده؟ اون تایمی که همه درگیرن، همه دنبال این سبزه بوته، سرما گرما، همه چیز با هم، اصلا خیلی باحال‌تر نیست. حس خوب خونه تکونی برای خانم‌ها و وحشتش برای آقایون، میدونم ترسناکه. اون حسی که منتظرید خانمتون داد بزنه مجید، اون فرشا چی شد؟ زیبا نیست. و اون لباس فوق حرفه‌ای طراحی شده یه مرد ایرانی که پاچه رو تا اینجای زانو میده بالا و با پای برهنه میکوبه تا فرش تمیز بشه، زیبا نیست؟ حالا براتون یک سورپرایز ویژه دارم. آیا قصد شستشوی فرش خود را دارید و زمان کافی ندارید؟ لوازم شستشوی صادقیان. قطره از ماده شستشوی صادقیان میریزید اون تو، نه تنها که هیچ فرقی نمیکنه بلکه پولتون هم دور ریختین. صادقیان گروپ. اگر همین قبرس خودمون رو ببینید اصلا چجوری داستان اینجا، عید که اصلا کلان تعطیل نیست، نوروز ایران که ربطی به عید نداره، سال نو خودشون هم اینا کلا یه روز تعطیلن، همه جای دنیا دو هفته همه میرن تعطیلات، عشق میکنن، ریستارت میشن، ریفرش میکنن، انرژیک میان سر کار. اون وقت اینجا ما باید خدا خدا بکنیم که برسه به شنبه، یک شنبه کلا سه روز تعطیل بشیم. اما نکته ای که اینجا هست اینه که ما از یک کشوری اومدیم که به تعطیلات عادت داریم، کاری ندارم به چه دلیل اما عادت داریم. بعد شما میگید چرا؟ شما همین 5 روز گذشته ایران خودتون یه بررسی بکنید کلا تعطیل بوده، این 15 روز آینده ایران رو هم یه بررسی بکنید کلا تعطیله، بعد ما اینجا به اون فشار میاد، لطفاً درک کنید. آقای ارسان سانر نخست وزیر هم یک سری مطالب جالبی رو گفتن راجع به قرنطینه خانگی و دستبند الکترونیکی. قبل از اینکه در مورد اونا باهاتون صحبت کنم، بریم با هم تیزر برنامه شک رو ببینید. سه‌شنبه این هفته منتظر باشید، درباره ماشین و هر آن چیزی که فکر میکنید در قبرس مربوط به ماشینه رو میتونید تو این برنامه پیدا کنید. بریم ببینیم. بیاییم آرامش یعنی آبی دریا و آسمان، آرامش یعنی سبزی و تراوت، آرامش یعنی یک زندگی عادی، داشتن آرامش یک لازم است، یک حق. آرامش رو به خودتان هدیه دهید، با ما تماس بگیرید. جیهان جیهان. خب برگردیم با هم راجع به قرنطینه خانگی صحبت کنیم و همینطور موضوع دانشجو و قرنطینه و هزینه هاش. جالبه بدونید دولت تا به حال 120 میلیون لیر هزینه کرده بابت قرنطینه. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی که میاد اینجا و هزینه پرداخت نمی کنید به عنوان دانشجو، جز این
120 میلیون لیر به حساب میاد. هنوز هم 60 میلیون لیر دیگه باید پرداخت بشه برای اینکه فقط اون دانشجوهایی که قرار بوده تو قبرس باشن و الان نیستن بتونن برگردن. بعد این وسط کسبه قبرس اومده اعلام کرده که یعنی چی؟ مگه داریم؟ پولش نهایتاً قرار بره تو جیب دانشگاه، هزینه‌هاشو دولت داره میده و بعد از بودجه کشورم داره کم میشه. خب چرا بعد دولت 120 میلیون لیر به علاوه 60 میلیون لیر و به علاوه هزینه دیگه خرج کنه؟ خب بیاد خرج بیزنسش بکنه. دولت اومده در جواب گفته که ببین دخترا با هم دعوا نکنید، اصلا موضوع اینقدر پیچیده نیست، ببینید ما داریم که بدیم، بخوایم هم میدیم. اگر دانشگاه کمک کنن خوبه، نکردنم مهم نیست، میدیم. نکته موضوع اینجاست که دانشجوی عزیزی که قراره بیان قبرس و فکر میکنن دولت قراره بده پولشون رو، ممکن اینا همه پای ریزی باشه برای اونها که دیگه هزینه قرنطینه رو دولت نده. پس ای دانشجویان عزیز، شمایی که فکر میکنید فقط دلتون تنگه که نمیاید قبرس، حواستون باشه ممکن از چند وقت دیگه دولت به جاتون نده، اون وقت شما مجبور خودتون پرداخت کنید هزینه قرنطینه رو. بحث قرنطینه خونگی هم اینجا خیلی وقتی که داره روش کار میشه. با استفاده از دستبنده الکترونیکی مردم میتونن راحت توی خونه خودشون قرنطینه بشن و دولت هم خیالش راحته که کسی از خونه بیرون نمیاد. با این روش خب طبیعتاً باید سیستم قرنطینه خیلی ساده تر بشه، کسی که میاد یه راست میاد خونه خودش و هزینه قرنطینه هم میاد پایین. برای همین ما امیدواریم که زودتر این سیستم راه بیفته و دولت اعلام کرده که در مرحله نهایی تست قرار داره. امیدوارم که عالی شه. یک بحث بسیار مهم و جنجالی هم راجع به مسابقه تست باچه که براتون توضیح میدم، اما قبلش با هم بریم تیزر برنامه از قبرس رو ببینیم که قرار روز پنج شنبه پخش بشه. از ما خواسته بودید که از یکی از مراکز خرید قبرس براتون برنامه تولید کنیم. این شما و این هم تیزر برنامه که قرار روز پنج شنبه ببینید. بریم ببینیم. بفرمایید. درسته برای خرید نوروزی 5% تخفیف؟ درسته، 5% تخفیف روی مبلغ خرید و یا یک سال اجاره خونه به صورت رایگان برای شما. بس میخواد بیایم اونجا؟ هزینه های بلیط و هزینه قرنطینه دو نفر با ما. بعد که رسیدیم از فرودگاه براتون میداریم و یک هفته اقامتگاهتون هم با ما. حالا اگه خواستیم یه دوردوری بزنیم، یک هفته ماشین رایگان هم برای شما. دیگه چی با شما؟ 5 قسمت از وسیله آشپزخانه و دریافت اقامت هم با ما. با بیت کوین تتر هم خرید کنین، کارمزدش با ما. با ما تماس بگیرید. دور دوم مسابقه تیست واچ شروع شده، ثبت نام شروع شد، تموم شد و الان قرار اپیزود اولش رو پخش کنیم. قبل از اونم باز شما عزیزان یک تشکر جانانه بکنم برای اینکه این مدل حمایت شما از ما برای ما قوت قلبه. ممنون از تمامی دوستانی که برای تیست واچ ثبت نام کردن. برای ما اولویته که کیفیت این برنامه عالی بمونه و خوب بره جلو. برای همین ما سعی کردیم که به صورت آرشیوی ضبط نکنیم و هر بار که ضبط میکنیم در همون لحظه هم پخشش کنیم که برنامه زنده بمونه. ممنون از تمامی دوستانی که برای مسابقه تیست واچ ثبت نام کردن. اپیزود اول ضبط شده و یه توضیح من اینجا بدم که ما نمیتونیم به صورت آرشیوی مسابقه رو ضبط کنیم و بعد در طول مدت پخش کنیم. ضبط آرشیوی یعنی اینکه 10 قسمت 20 قسمت ضبط بشه و بعد شروع به پخش بشه. ما این کار نکردیم تا فرش بودن برنامه حفظ بشه. بریم با هم تیزر قسمت اول این برنامه رو ببینیم. آقای پدرام خان محمد، بریم بریم. We'll be right back.
این چیه اینجا افتاده؟ این بود برنامه چه خبر با کیان این هفته. امیدوارم خیلی لذت برده باشین. ممنون از اینکه رادیو قبرس انتخاب میکنی. رادیو قبرس تهیه شده فقط برای شما دوستان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا قسمت بعد. فعلا. خب اون سازو بشه رد کن. زیاد کنده بود رد سیداشو بخلا من رد شد.